اگرچه این ملاحظات دیپلماسی نبود باید از اینا تشکر می کردیم، می گفتیم خیلی ممنون، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خدا اونها رو از کسانی قرار داده است دقیقا همون کاری رو میکنن که ما میخوایم. جالب بود در بیانش همون آقا رئیس جمهور اون کشور که به نظرم بند خدا رو فریبش میدن، یه حرفایی بهش میزنن باد میکنن ولش میدن جلو، بیانیه صادر کرده است راجع به سالروز انتخابات ملت ایران. حالا از اینکه دخالت کرده در امور ملت ایران اینا رو میذاریم کنار، این خصلت اینهاست که خیال میکنن همه کاره عالمند در حالی که کاره ای نیستن در عالم. شروع کرده گفته که بله ما از حق ملت ایران، ما میخوام ملت ایران آزاد باشد، ملت ایران چه باشد چه باشد چه باشد، ملت ایران اینها شد ایستادن تو این شهر. شما راجع به این ملت میخوای نظر بدی؟ بابا این ملت از شما را اصلا قبول ندارن، این مردم از شما متنفرن. اما این بیانیه ایشون یه موضوعی رو در ذهن من زنده کرد. بعد مشورت کردم، فکر کردم، دیدم این هدایت الهی است. اون آقا نشسته اونجا، تمام برنامه‌های ضد بشری دنیا زیر نظر او و دولت اوست. همه اشغالگری‌ها و آدمکشی‌ها و تخریب حقوق بشر زیر نظر دولت او انجام می‌شود. اما اومده مدعی ملت ما شده است. من میخوام حالا اینجا یه حرف جدیدی بزنم. این کاری که ایشون کرد ما را متعهد کرد که از این به بعد یک مأموریت جهانی را به مأموریت‌های جهانیمون اضافه کنیم. چی اون مأموریت؟ من میخوام به شما بگم امروز خشنترین دیکتاتوری‌ها علیه ملت آمریکا اعمال می شود، سنگین ترین خفقان ها اونجاست، آزادی ندارن اظهار نظر کنند، هیچ روزنامه ای اجازه ندارد علیه جنایات صهیونیست ها و حمایت های دولت مردان آمریکایی چیزی بنویسد. مردم آمریکا اجازه ندارند آزادانه تظاهرات کنند و جلوی جنایت‌های بعضی از دولتمردان آمریکا بایستند. بسیاری از مردم آمریکا در فقرند، 80 میلیون نفر در فقر هستند در همون آمریکایی که بعضی‌ها صدها و هزاران میلیارد دلار ثروت ملت‌ها رو غارت کردند. آقای رئیس جمهور، شما اگر به فکر ملت‌ها هستی اول به فکر ملت خودت باش. این کاری که تو کردی ما را به اون واداشت که اعلام کنیم از این به بعد از خواسته های اصلی ملت ایران نجات مردم آمریکا از حکومت غیر دموکراتیک و زورگوی دولت آمریکا خواهد بود.